سلام. امروز یک شنبه 14 تیر ماه 1388 و 5 جولای سال 2009 میلادی ساعت 9 شب، که البته در تهران و سایر نقاط ایران روز دوشنبه صبحه. تولد حضرت علی و روز پدر رو پیشاپیش خدمت همه تبریک عرض می‌کنم. این سه روز آینده، دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، ایام اعتکافه که فرصت خوبی هم هست که هر کسی حالا اهل دعا و نماز و اینها هست بپردازه به اونها و ضمناً به سر کار هم نره، به خصوص این که مسئله گرد و غبار و طوفان شنی هم که اومده به پاره ای از بخش های ایران رو فرا گرفته بهانه اضافه است که اگر کسی هم به دلیل غیر از اعتکاف میخواد سر کار نره، میتونه که آب و هوا رو بهانه بکنه و مهم اینست که سر کار حاضر نشه. اما چند تا نکته رو باید پشت هم عرض کنم، نکاتی که مطرح شده و جمع‌بندی کردیم و خدمت شما ارائه میکنم. نکته اول این که یکی از شگردهای کودتاها برای برخورد با جنبش‌های مقاومت در مقابلشون ایجاد خط موازیه. خط موازی جنبش از چپ و از راست، تندروتر و کندروتر، یعنی خطوطی که به خصوص این جنبش ما الان چون ارتباطاتش ضعیفه و بیشتر متکیست به اینترنت، وبلاگ، ایمیل، توییتر، فیسبوک و امثال هم، ارتباطاتش خیلی برای کودتاچی ها آسونه که اونها هم وبلاگ هایی رو خلق بکنن، آدم هایی رو خلق بکنن و یک گروهشون از چپتر، تندتر و تندروتر شعار بدن، عملیات آتشی تر و ظاهرن انقلابی تر برونی. یک بخش از نیروهای جنبش اختلاف بخواد توشون ایجاد چه از چپ ریزش بکنن، یک ازم راستر شعار بدن که ای آقا این چه کاری، حالا مردم کشته میشن، کوتاه بعد اومد و چارچوب مثلا فعلی رو حالا بالاخره باید گردن گذاشت امثال هم، و در نتیجه از راستی تعدادی ریزش بکنن. چاره ما بدون این که بخوایم کسی رو متهم بکنیم یا مارکی بزنیم که خود اون باز باعث اختلاف میشه، تنها و تنها یک چیزه و اون این است که روی خواسته محوری جنبش تکیه بکنیم و اون این است که رأی مردم باید بهشون برگرده. آقای مهندس موسوی رئیس جمهور منتخب ملت ایرانه، باید روی صندلی ریاست جمهوری بنشینه، کودتاچی ها هم باید بیان پایین و عرض بشن و محاکمه بشن. این خواسته هر کس هر عقیده‌ای داره، هر مرامی، هر باوری داره، از این خواسته نه تندتر باید بره نه کنتر، و حواسش هم باشه که هر نوع شعار دیگه داده بشه میتونه که باعث اختلاف و تفرقه و ریزش نیرو بشه. من به نظرم نکته رو هم که آقای محسن مخملباف مطرح کرده که ما یک زنجیر سبز دموکراسی بزرگ هستیم، هر آدمی یک حلقه است از این زنجیر، همه روی مدل کنگره ملی افریقا، همه رهبران خودشون اعضای ساده و اعضای ساده هر کدوم یک رهبرن در این جنبش، این مدل هم مدل گویایی است که در نتیجه هیچ کس نخواد ادعا کنه من دارم یه کاری میکنم، من رهبرم یا من خط میدم یا اون کارو میکنم، هر کس به سهم خودش، هر کاری به عقلش میرسه داره میکنه و یک حلقه میشه به این زنجیر بزرگ دموکراسی از تمام ایرانی ها در سراسر دنیا، و لذا احتیاجی به این نیست که کشمکشی ایجاد بشه و به این ترتیب دستگیری هر کسی و هر فعالی هم صدمه نمیزنه، برای اینکه یک سر و یک جای خاصی ما نداریم، همه کس داره در راستای اون یه هدف واحد و متمرکز تلاش میکنه. نکته دوم که میخواستم عرض کنم، سوالی بود که کرده بودن که آیا دوربین ما رو دارن اذیت میکنن ببینن و سرکوب رو میکنن، کتک میزنن، چی کار بکنیم. من مطمئنم که
دوستان همه برای عکس برداری و فیلم برداری چه به وسیله دوربین چه به وسیله حتی گوشی های موبایل یک راهی پیدا باید بکنن، چون فقط احتیاج به این نیست که اون دهنه دوربین بیرون باشه، هر جوری شما جاسازیش بکنی یک سوراخ کوچیکه که فقط بعد بیرون رو ببینه و عکس یا فیلم بگیره. ولی این رو بدونید که تهیه عکس و فیلم از جنبش آزادی خواهی مردم ایران یک تفنن نیست، بلکه یک واجبه، یکی از محورهای مهم مبارزه است که ما داریم. بنابراین حتما در هر اکسیونی، در هر کاری که میکنید، از یک شعار نویسی ساده روی دیوار تا یک تظاهرات برق‌آسا تا یک تجمع تا هر کاری که انجام میشه، گرفتن عکس و فیلم یا مستقر کردن چند نفر در نقاطی که در معرض دید نباشند و بتونن درست فیلم و عکس تهیه بکنن، یک باید و یک بخش جدی از مبارزه ما. سوال دیگه این است که در مناطقی گفتن الله اکبر ضعیفه، از اهواز یکی نوشته بود محله ما چی کار کنیم؟ چارش اینست که اگر میتونید با روشنگری اهل محل رو اضافه کنید، اگر نمیشه سعی کنید با آوردن دوست و آشنا و فامیل از جاهای دیگه به اونجا تقویت کنید، ولی اگر هیچ کدوم اینا هم نیست شما میتونید برید اونجایی که تقویت بکنید. به هر حال اکسیون شما برید جایی که الله اکبر گفتن قوی تره. به هر حال اکسیون مشترک و عمومی که همه با هم درش شرکت بکنن و تمرین همبستگی و یکپارچگی بکنن، الله اکبر ده شب از همه بهتره. چیزهای دیگه هم حالا مثل تجمعات سراسری و اینا هست، ولی این رو به هیچ وجه نباید از دست داد و باید دائم تقویتش کرد. سوال دیگه این بوده که این روزا خیلی هم مطرحه که اگه ما اتو پلوپز برقی ماشین لباسشویی در یک ساعتی همه با هم بزنیم به برق، شبکه برق رو میتونیم اختلال ایجاد کنیم یا بخوابونیم، آیا این کارو میشه کرد یا نمیشه کرد؟ من سعی کردم با متخصصین امر هم در میون بذارم. بله، اگر مثلا در سطح کشور که 12-13 میلیون خانه و خانوار هست، چند میلیون، فقط 1 میلیون 2 میلیون با هم دیگه، یا در سطح یه شهر مثلا 500 هزار خونه در شهر بزرگ با هم دیگه، اگر 1 کیلووات 2 کیلووات مصرف رو ببرن بالا، اتو به برق بزنن، ماشین لباسشویی روشن کنن یا پلوپز برقی یا سایر چیزایی که پر مصرف هست، این حداقل این است که ورود یک مصرف زیاد به شبکه، شبکه رو آنستیبلش میکنه، شبکه رو دچار لرزانندگی و غیر تثبیت بودن میکنه و امکان این که کلاپس بکنه شبکه هم زیاده، به هر صورت دردسر بزرگی رو برای کودتاچی ها خلق میکنه. من فکر میکنم ساعتهایی که پیشنهاد میشه مثلا 9:30 شب بکنیم، در شب حالا اون توافق عمومی میخواد، شاید سخت باشه، ولی اکسیونی که همه میتونن درش مشترک باشه این است که هر وقت آقای احمدی نژاد، آقای خامنه ای و یا اعتراف شو قرار بود از تلویزیون پخش بشه، غیر از اینکه حالا کل تلویزیون تحریم شده، ولی همه به هوش باشن تو اون زمانی که اعلام شده قرار این آقایون صحبت کنن یا اون شو پخش بشه، همه اتوهاشون رو بزنن، لباساشون آماده باشه اتو بکنن، یا رختای چرکشون تو ماشین آماده باشه بزنن که ماشین لباسشویی کار کنه، رختا شسته بشه. شاید هم خیلی کار خوبی باشه وقتی آقای احمدی نژاد میخواد صحبت بکنه، آدم رخت کثیفاشو چرکاشو بذاره بشوره تمیزش کنه، و یا عرض شود که پلوپز و یا امثال هم. بنابراین این هم نکته ایست که می تواند شبکه را آنستیبل کنه. حد اقل اقل اقلش این است که دردسر بزرگی برای حکومت از اکسیون های فرسایشی خوب، مقاومت مدنی منفی خوب است که حداقل وقتی قرار بشه آقای خامنه یا آقای احمدی نژاد یا اعتراف شو پخش بکنن، ناچارن که کلی تدارک قبلش بکنن تا این انجام بشه. نکته دیگه ای که آخر صحبتم هست این است که تدارک وسیعی داره میشه که روز شنبه، روز پنج شنبه 18 تیر ماه، بعد از این 3 روزی که میگذره، یک به اصطلاح تا الان در تهران در 210 شهر کشور تدارکاتی داره میشه که تجمع باشه در مناطقی که بعدا اعلام میشه، برای اینکه
فلزاتی ها هم نتونن استفاده بکنن. چگونه ما در این تظاهرات شرکت کنیم، چه تدابیری بکنیم که غیر خشونت بار باشه، بحث فردامونه و روز بعدمون. تا پیروزی و فردای دیگه، خدا حافظ شما، پیروز باشید.